فرودگاه جان اف کندی مهر 1392، دقایقی پیش از بازگشت هیئت ایرانی، اولین گفتگوی مستقیم پس از 34 سال. هیئت ایرانی هنوز در هواپیما بود که اوباما وارد نشست خبری شد. Just now I spoke on the phone with President Rouhani of the Islamic Republic of Iran. President Rouhani has indicated that Iran will never develop nuclear weapons. سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ایران نداشته و با باورهای بنیادین مذهبی و اخلاقی ما در تعارض است. اما به نظر آنچه تغییر کرده بود چیزی فراتر از روی کرده ایران بود، زیرا این اولین بار نبود که رئیس جمهوری از ایران چنین سخنانی می گفت. 15 سال قبل، شهریور 1377، ما به عنوان قربانیان سلاح‌های کشتار جمعی بیش از دیگران بر آثار دهشتناک این سلاح‌ها واقفیم و لذا در تأسیس و تقویت ترتیبات جهان شمول برای امهای آنها پیشتاز خواهیم بود. تا جایی که به پیشنهاد ایران سال 2001 از سوی سازمان ملل سال گفتگوی تمدن‌ها نامیده شد. اما جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در اقدامی عجیب این سال را سال بین المللی مبارزه با تروریسم نامید. خیلی زود دلیل خوبی برای این نامگذاری پیدا شد. 11 سپتامبر 2001، ایران از نخستین کشورهایی بود که این حمله را محکوم کرد. آمریکا طالبان را به عنوان متهم اصلی این انفجارها اعلام کرد و حمله به افغانستان با نام رسمی عملیات بلند مدت آزادی آغاز شد. گفتگوی بی بی سی فارسی با جک استراو، خاتمی واقعاً به طرف غربی‌ها قدم برداشت. او ضمانت داد که تهران به آمریکا و انگلیس در سرنگون کردن طالبان کمک خواهد کرد. یک ماه بعد و با کمک‌های اطلاعاتی ایران، حکومت طالبان سقوط کرد. اما آمریکا در نهایت این گونه از ایران قدردانی کرد. ایران aggressively pursues these weapons and exports terror. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. 29 ژانویه 2002، احتمالاً پس از افغانستان هدف بعدی ما در این جنگ ایران خواهد بود. چند ماه بعد 24 ژوئیه تا 15 آگوست سال 2002 ژنرال‌های آمریکایی برای شبیه سازی حمله به ایران رزمایش چالش هزاره را توسط نیروی دریایی آمریکا و به مدت 20 روز در خلیج فارس برگزار کردند. پایگاه مطالعاتی گلوبال ریسرچ، هدف اصلی از برگزاری این رزمایش تمرین رویارویی با ایران در خلیج فارس بود. در سناریوی رزمایش ایران با شلیک تعداد قابل توجهی موشک به تهاجم نظامی آمریکا پاسخ می‌داد. واکنش ایران باعث نابودی 16 ناو آمریکایی شامل یک ناو هواپیمابر، 10 رزم ناو و 5 کشتی آمفیبی میشد. برآوردهایی که پس از این رزمایش به عمل آمد نشان داد که در صورت وقوع این سناریو به صورت واقعی بیش از 20 هزار نظامی آمریکایی فقط در روز اول جنگ با ایران کشته خواهند شد. نبرد با ایران پرهزینه تر از چیزی بود که تصور میشد. بنابراین سیاستمداران کاخ سفید تصمیم تازه‌ای گرفتند. گروهک منافقین ادعا کرد که شواهدی در مورد برنامه هسته‌ای مخفیانه ایران در اختیار دارد. این اطلاعات سرآغاز طولانی ترین پرونده دیپلماتیک ایران شد. در دوره اصلاحات تیم دیپلماتیک ایران با تئوری اعتماد سازی بدون دریافت هیچ تضمین متقابلی پیمانهای منع تولید و انبار بمب‌های خوشه‌ای، مینگذاری، شیمیایی و میکروبی را به تصویب رساند. حالا آنها می‌خواستند تأسیسات هسته‌ای ایران تعطیل شود. تیم دیپلمات‌های اعتمادساز ایرانی این بار وارد مذاکرات هسته‌ای شدند. 29 مهر 1382 تهران به موجب توافقنامه سعدآباد فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف شد. اما آنها با وجود پایبندی ایران به تعهداتش
هیچ امتیازی برای ایران قائل نشدند و چند ماه بعد اعلام کردند که بیانیه سعدآباد تمامی خواسته هایشان را تامین نمی کند. اسفند 82 بروکسل. طی توافقنامه بروکسل علاوه بر تعلیق غنی‌سازی، ایران برای اعتمادسازی ساخت قطعات و مونتاژ سانتریفیوژها را هم به تعلیق درآورد. در مقابل طرف غربی تعهد کرد که پرونده هسته‌ای ایران از دستور کار اجلاس بعدی شورای امنیت خارج شود. اما نه تنها غربی‌ها به این تعهد ساده هم عمل نکردند، بلکه قطعنامه شدید و لحنی نیز علیه ایران تصویب کردند. آنها هنوز توقعات بیشتری داشتند. آبان 1383، پاریس. ایران علاوه بر تمامی تعهدات قبلی حالا متعهد شد تا کلیه فعالیت‌های مربوط به ساخت سوخت هسته‌ای را هم به حالت تعلیق درآورد. در پاسخ به این اعتمادسازی، تنها امتیاز عملی طرف مقابل به ایران قبول ادامه مذاکرات بود. ایران که دیگر از یک معامله منصفانه با غرب ناامید شده بود، بار دیگر تمامی فعالیت‌های هسته‌ای را از سر گرفت. اما چرا آمریکا در آن دوره حاضر به معامله با ایران نبود؟ اتفاقات سال‌های بعد پاسخ این سوال را روشن کرد. 12 جولای 2006، جنگ 33 روزه لبنان. سخنرانی کاندولیزا رایس همزمان با جنگ 33 روزه. این جنگ در لبنان و پیامدهای آن دردهای زایمان خاورمیانه جدید هستند. آمریکا به دنبال نابودی همپیمانان ایران بود، اما اتفاقات بعدی تصورات آنها را تغییر داد. الان في عرض البحر في مقابل بيروت البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية انظروا إليها تحترق. قدرت حزب الله اسرائیل را غافلگیر کرد. آنها به ناچار سراغ جنگ ساده تری رفتند. 27 دسامبر 2008، جنگ 22 روزه غزه. اسرائیل حتی در این جنگ نیز شکست خورد. در چنین شرایطی آمریکا همچنان درگیر دو جنگ فرسایشی در افغانستان و عراق بود. آمریکا سرانجام از عراق خارج شد. مهمترین دستاورد این حمله سقوط دشمن دیرینه ایران بود. خاورمیانه جدیدی در راه بود، اما نه بر اساس نقشه‌های آمریکا. خیزش‌های مردمی تمامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را متزلزل کرد. سقوط پی در پی حکومت‌های دست نشانده آمریکا در منطقه محاسبات آمریکا را تغییر داد. در حالی که همه منتظر سقوط دولت سوریه بودند، نتیجه این جنگ هم به نفع همپیمانان ایران رقم خورد. عدم اجماع جهانی در حمله به سوریه شکستی دیگر برای آمریکا در منطقه بود. حالا دیگر همه راه‌ها برای کنترل خاورمیانه به ایران می‌رسید. It is defeat. Iran is stronger. در این مدت ایرانی‌ها از چند عدد سانتریفیوژ اولیه تأسیسات هسته‌ایشان را به 19000 دستگاه افزایش داده بودند. تحریم‌ها کارساز نبودند. Instead, we believe that while we are engaged in that effort, our Iran's program would actually march forward. The idea that Iran, given everything we know about their history, more and more nervous about more sanctions, military threats, and ultimately just say, okay, we give in. در چنین شرایطی آنها چاره ای جز مذاکره با ایران نداشتند. مقاومت در گذر سالها قدرت تازه‌ای را وارد معادلات منطقه کرده بود.